سلام، به مجمع خبری خوش آمدین. در نخست عناوین مهمترین ها. واگذاری سفارت کابل در تهران به حکومت سرپرست. وزارت خارجه کشور گفت است که برای سفارت کابل در تهران برای پیشبرد امور برخی از دیپلمات ها را گماشتند. د دې لپاره چې په ایران کې د میشتو وطنوالو لپاره د سفارت په خدماتو کې خند او ځنډ را نشي، د بهرنیو چارو وزارت رهبري پریکړه وکړه چې نن سهار له کابل څخه د مجربو ډیپلوماتانو یو اووه کسیزه ټیم تهران کې د افغانستان سفارت ته واستوي. کشته شدن دو عضو گروه داعش در کابل. مسئولین میگویند که شام گذشته در منطقه خیرخانه نیروهای امارت اسلامی بر یک پناهگاه داعش عملیات را انجام دادند که در نتیجه دو عضو گروه داعش کشته شده است و یک تن دیگر دستگیر کرده است. عصر دیروز عملیات بر یک مخفیگاه مهم داعش در منطقه زاکریان در خیرخانه مینا شهر کابل انجام شد که در نتیجه آن دو تن از اعضای گروه داعش کشته و یک تن از اعضای این گروه زنده دستگیر شده است. صادرات می تواند در گراف عواید کشور افزایش دهد. آگاهان امور می گویند که برای از بین بردن بیکاری و رشد اقتصادی در کشور جزء مهم صادرات و واردات است. کچیره په هیواد کې واردات او صادرات زیاتیږي، د صادرات او د وارداتو له زیاتیدلو سره دلته سوداګرو توان پورته کیږي او سوداګري دلته رشد کوي. تأکید از بحر بازگشایی دروازه های مکاتب و پهنتون ها بروی دختران. آگاهان امور میگن دروازه های مکاتب و پهنتون ها در سال جدید تعلیمی بروی دختران بازگشایی شود. نو امیدوارم سه دیر زر خوشی که در اغا پوری سه خلقم رو دیونه خوشحال سه، اما که دا کار دیونه که در خلق سر واتن زیادی گی هر حق حکومتون سه لخلق سر اجماع اونه لری، خلق سر واتن اونه لری، آقا بیا تاریخ دا ثابت کرده سی پسقوط مواجه کیگی. مشروع خبرها. سفارت افغانستان در ایران وقت دیروز رسما به دیپلمات‌های امارت اسلامی سپرده شد. وزارت امور خارجه میگه دیپلمات‌های کابل روز دوشنبه به تهران رفتند تا علاوه بر 16 فر جدید به کار و فعالیت‌های سفارت افغانستان در ایران نیز رسیدگی کنند. این وزارت میگوید که این تصمیم به منظور جلوگیری از اختلال و تأخیر در کار و فعالیت سفارت گرفته شده است. آگاهان امور میگویند که ایران بدون اعلام رسمی حکومت امارت اسلامی را بر رسمیت شناخته است و میافزایند که این کار میتواند حکومت سرپرست را از انرژی بین المللی آزاد کند و تاکید میکنند که این کار یک دست آورد بزرگ برای حکومت سرپرست است. پس از دو سال تأخیر سفارت افغانستان در ایران به امارت اسلامی واگذار شد. معاون سخنگوی وزارت امور خارجه افغانهای مقیم ایران خبر داده است. فعالیت‌های سفارت افغانستان در تهران با گماشتن 16 فیر جدید و دیپلمات‌ها با روحیه خوب و تعهد برای خدمت به شهروندان اردو کشور به شکل عادی ادامه خواهد داشت. نن با په تهران کې د افغانستان اسلامي امارت لخوا ټاکل شوی شارزده پیر محترم مولوی فضل محمد حقانی او رسره ټیم به تهران کې د افغانستان سفارت چاري رسمن ترلاسه کوي. د دې لپاره چې په ایران کې د میشتو وطنوالو لپاره د سفارت په خدماتو کې خند او ځنډ را نشي، د بهرنیو چارو وزارت رهبري پریکړه وکړه چې نن سهار له کابل څخه د مجربو ډیپلوماتانو یو اووه کسیزه ټیم تهران کې د افغانستان سفارت ته واستوي تر څو د نوي شارزده پیر تر څنګ خپلو هیوادوالو ته خدمات وړاندې کړي. د بهرنیو چارو وزارت دا پرمختګ د افغانستان او ایران په دو اړخیزو اړیکو کې مهم او مرستندوی ګام بولي. در کنار این برخی از فعالان حقوق زنان در واکنش به این موضوع میگویند که ایران بر اساس چی محاسبه سفارت را به امارت اسلامی افغانستان سپرده است. سپردن سفارت افغانستان در کشور طالبان جفای بزرگ در حق مردم افغانستان است. دختران و حق درس تحصیل ندارند، زنان از وظیفه محروم است. کشور جمهوری اسلامی ایران چطور این تصمیم درباره مردم افغانستان گرفته؟ آگاهان امور میگویند ایران به دلیل تقابل با آمریکا در منطقه سفارت مذکور را به امارت اسلامی سپرده است.
به گفته آنها موضوع افغانستان ابعاد بین المللی دارد و این اقدام تأثیر چندانی نخواهد داشت. مگم دلتا ایران دا کار دیدی پارا ندکره چی پا امارت اسلامی باندی زرخو گره یا دی امارت اسلامی سر یا زمونگ دی هوا سر خیاری که و خنیت لری در قصدن دی امریکی پر اولان دی دا کار تسر کرده اما گتن نلری دیدی پارا چی دی افغانستان مسلا زان تا پا ایران یا دا گواندوی هوادو پریادن نلری دی افغانستان مسلا نریوال مسلا دا ترتو چی نریوال دی افغانستان پا حکل پریکل و نکی دغه دی سفارتو سپارل چی مثلا هغه هم هغه هیوادونه چی مونگی دا طول سیزو دی دیرو بد و غمیز سرم خامخ کل. برخی دیگر می گویند که ایران بدون اعلام رسمی حکومت امارت اسلامی را به رسمیت می شناسد و می افزایند که این کار می تواند حکومت سرپرست را از انزوای بین المللی آزاد کند. پا تهران که افغانستان سفارت طالبان تسپارل دا پومدی ماناده چه پا نا اعلان سوی دول دی امارت اسلامی طالبان و ایران پر رسمیت پیزنده. اول پا دونه دیر پایمانه دیپلماتان را حوات لیگل دا او دیر لوی لاسترارونه ده. تو بنا دا کولای است د نړۍ په کچه باندې افغانستان له انزوا نه هم یو لاره پرانیستې چې لرې سي او همداسې یو لابي به هم وسي او ډېره ښه بېلګه د طالبان دپاره هم کېدای سي نورو هېوادو ته هم ووایي چې د دوی ډیپلوماتان په تهران کې شتون لري یعنې کومه ستونزه نشته چې که د امارات ډیپلوماتان بهر ملکو ته لاړ سي نو بنا ښه لابي ورته کېږي او نور د نړۍ هېوادونه هم هڅول کېږي او دا ښه لاسترارونه ده. با وجود این که امارت اسلامی انوز هست و هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده است، اما سفارت های افغانستان در روسیه، چین، پاکستان، قطر و ایران به امارت اسلامی سپرده شده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی مرکزی امارت اسلامی میگوید که عصر دیروز عملیات بر یک مخفیگاه مهم داعش در منطقه زاکرین در خیرخانه مینا شهر کابل انجام شد که در نتیجه دو داعشی کشته شدند و یک تن دستگیر شده اند. در همین حال آگاهان امور میگویند که داعش یک تهدید جهانی است که باید علیه آنها مبارزه صورت گیرد. آنها تاکید میکنند که امارت اسلامی به کس اجازه ندهد که امنیت افغانستان را تهدید کند. این در حال است که داعش مسئولیت تعداد انفجارهای بزرگ را به عهده گرفته است. مسئولین امارت اسلامی میگوید که نیروهای امنیتی در جریان عملیات بر یک مخفیگاه داعش در کابل دو تن از اعضای این گروه را کشته و یک تن دیگر را زنده دستگیر کردند. در همین رابطه ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی در صفحه تویتر خود نوشته است: عصر دیروز عملیات بر یک مخفیگاه مهم داعش در منطقه زاکرین در خیرخانه مینا شهر کابل انجام شد که در نتیجه آن دو تن از اعضای گروه داعش کشته و یک تن از اعضای این گروه زنده دستگیر شده است. علاوه بر این آگاهان امور می گویند که امارت اسلامی باید در جریان عملیات ها بر زندگی مردم توجه جدی داشته باشد و به بسیار دقت و بررسی ها عملیات ها را انجام دهند. بسیار مهم در عملیات ها علیه داعش تثبیت هدف، بسیار مهم است که اونا داعش هستند یا کسای دیگر هم اون داعش مورد حمله قرار میدن. مسلکی بودن عملیات ها بسیار مهم است، ملکی ها متضرر نشن و مهمتر از همه ایست که با افکار با ایدئولوژی داعشی مبارزه شود، چون در صفوف طالبان بخشای گروه هایی هستند که با داعش ایدئولوژی مشترک دارند، با این ایدئولوژی باید مبارزه صورت بگیرد. از سوی دیگر ذبیح الله مجاهد در مصاحبه گفته است که گروه داعش در افغانستان در حال ناپدید شدن است و آنها به طور جدی با آن مبارزه می کنند. یو مشکل ده او پاتم له پخوانه د مقتدا داعش کله را پیدا سو په وخت کې په افغانستان کې سر پورته کړ. پر سو ته وسته کوم وزیر د داعش ته د مقتدا د زیر راکش داعش نو پور کې دود د کوم یو بلیس مزکم چیرې په واکې نه لري کوم مخفیانه کارونه سکی په غیر مری شکل باندې جنایت تر سر کې ورس پر د خپل اعمال سزا ویني او د سلوی لاستراوړنم نه لري سي کوم نظامی جاینی ولا وی کوم زیان اړول ملکی خلک وجل کمال نه ده او نه متصفات کېدل شي نو جنایت او ماسی وبل سدی نه دی کړی او اسلامي امارت اب کلک پسې ده سي بیخ کنی وک ان شاء الله. در همین حال آگاهان امور میگویند که داعش یک گروه تروریستی بین المللی است که باید علیه آن مبارزه کرد. آنها می افزایند که امارت اسلامی مسئولیت دارد تا علیه گروه داعش به طور جدی مبارزه کنند.
هم د سیمې هیوادونو هم نړیوالو د افغانستان د امنیت لپاره خپل اندېښنې متواتره توګه څرګندې کړې دي. زه وایم که چیرته امارت اسلامي تر اوسه پورې په دغه برخه کې د تروریزم سره د مبارزې په اړه د مواد مخدر په اړه په خپله مبارزه کې کامیابه ده، بریالی ده، نړیوال او د سیمې هیوادونه د افغانستان له جغرافیې نه د افغانستان هیواد نه هیڅ نوع تشویش او حراس ونه لري. امارت اسلامي دا توانایي او دا شایستګي لري چې د دغوی د فعالیتونو مخنیوی وکړي او د دوی فعالیتونه په افغانستان کې په بشپړه توګه محو کړي. این در حال است که انفجارها و عملات مسلحانه در شماری از شهرهای بزرگ از جمله کابل پایتخت افزایش یافته است که مسئولیت آن را گروه داعش بر عهده گرفته است. آگاهان امور اقتصادی میگن که صادرات و واردات جزء مهم برای پیشرفت اقتصاد میباشند. آنها در حال این اظهارات را مطرح میسازد که تازه اداره ملی راه خط آهن گفت است که از راه خط آهن از راه بندر حیرتان 14000 تن مواد به کشور وارد گردیده است. آنها میافزایند که از راه مزار شریف هم 13890 تن مواد دیگر که بیشترش مواد خوراکی بود است وارد شده است و 2371 تن کشمش کچالو از کشور صادر شده است. آگاهان امور اقتصادی میگن که صادرات و واردات جزء بسیار مهم اقتصادی کشور میباشند که باید برای سرمایه گذاران و تجاران سهولت ها ایجاد شود. اداره ملی خط آهن گفته است که از کشور 14000 تن مواد که شامل آن مواد خوراکی نیز بود است صادر شده است. دیروز از راه خط آهن از راه حیرتان مزار شریف 13890 تن مواد که شامل مواد خوراکی و غیر خوراکی بوده صادر شده است. از سوی هم اداره توسعه آمریکا کمک جدید برای نهادهای صحی در افغانستان را اعلام کرده است. سازمان جهانی صحی در این مورد گفته است 30 پایه کامپیوترها در ولایت‌های مختلف افغانستان به نهادهای صحی داده شده است تا بتواند برای مریضان توجه بیشتر شود و در برابر انتشار مرض‌ها عکس‌العمل قوی نشان بدهد. در همین رابطه آگاهان امور اقتصادی میگند که برای رشد اقتصاد در یک کشور صادرات و واردات جزء مهم است. اگر صادرات افزایش می‌یابد، بهای مواد خوراکی نیز در کشور کاهش می‌یابد. کچیرا په هیواد کې واردات او صادرات زیاتیږي، د صادراتو او د وارداتو له زیاتیدلو سره دلته سوداګرو توان پورته کیږي او سوداګری دلته رشد کوي. د سوداګری له رشد سره ملي عواید چې هغه ګمرکي تعریفي دي د دولت ملي عاید پورته کیږي. او کله د دولت عواید پورته سو نو دولت کولای شي چې د هیواد دننه دلته زیات کاری فرصتونه رامنځته کړي، خلکو ته اشتغال ځای پیدا کړي. نو که کله په هیواد کې اشتغال ځای او خلکو ته د کار زمینه برابر شي، نو د خلکو د اخیستنې توان او یا د خرید توان پورته کیږي. کله چې د خرید توان پورته سو، بیکاری وسره راکمه سوه، دا د هیواد په اقتصاد باندې مثبت تاثیر کوي. از سوی هم برخی دیگر میگویند که امارت اسلامی باید در کنار صادرات و واردات به پروژه های توسعه نیز توجه کند که برای جوانان زمینه کار فراهم شود و جلوگیری از مهاجرت نیز صورت گیرد. بیکاری هغه خطرناک ناروغتیا ده چې یو هیواد اقتصادي صحت د دې د کچ نه معلومیږي. په دې کې ټول مسؤلیت لري، ځوانان پکې مسؤلیت لري. هغوی باید بهر لاړ نشي، هغوی باید په وړو پروژو کې فکرونه وکوي او د خپلې پروژې او د خپل خیال پلوونه په اصطلاح باندې د کورنۍ سره د موسسات سره باید شریک کړي. کورنۍ باید ځوانان تشویق کړي او دوی باید لاسنیوی وکوي او دوی سره همکاري وکوي. موسسات باید ځوانان مهاجر ډونر سره همکاري وکوي. دولت لومړی مسؤلیت لري، دولت باید ځوانان په کې راونیسي او د هغوی لپاره باید پروژې باید پیشنهاد کړي او هغه لوی پروژې هغوی کې باید ځوانان استخدام شي، وظیفې ورته ورکړل شي او د دوی وړې وړې پروژو باید د باندې کار وشي او د دوی لپاره باید مهاجر ډونر همکاری باید ورسره وشي. قابل یادآوری است که چند پیش راه آهن از سوی کشور ازبکستان به شکل موقت مسدود شد، اما حالا تازه بعد از بازگشایی این راه صادرات و واردات از همین راه افزایش یافته است.
در سال جدید تعلیمی دروازه های مکاتب و پنتون ها بر روی دختران بازگشایی می شود. آگاهان امور می گویند که امارت اسلامی باید در سال جدید تعلیمی دروازه های مکاتب و پنتون ها بر روی دختران بازگشایی نماید و به خواسته های مشروع ملت رجوع کند. بسته ماندن دروازه های مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم و در این اواخر تعلل در پنتون ها موضوعی است که حالا خواسته ها برای بازگشایی مکاتب و پنتون ها افزایش یافته است. اما آگاهان امور میگند که با فرا رسیدن سال جدید تعلیمی در کشور باید حکومت سرپرست برای دختران اجازه تعلیم و تحصیل را بدهد. آنها گفته است که در این عرصه مقامات امارت اسلامی گفته است که با آغاز سال تعلیمی دروازه های مکاتب و پنتون ها بازگشایی خواهد شد. در افغانستان با فرا رسیدن هر سال تعلیمی دختران و پسران به مکاتب و پوهنتون ها می رود و خانواده های فرزندان خود با پوره کردن سن قانونی خود در مکاتب شامل می سازد. اما سال گذشته از سوی حکومت سرپرست با آغاز سال جدید تعلیمی دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم بر روی دختران مسدود شد. حالا مردم به این باورند که با آغاز سال جدید تعلیمی دروازه ها و پوهنتون ها بر روی دختران بازگشایی می شود. از سوی هم آگاهان امور می گویند که با آغاز سال جدید تعلیمی این مسئله حل شود. تر کومه بریده چې موږ معلومات لرو ډیر جدي کار روان ده د خلاصون لپاره او ډیر خوشبینه یو چې ان شاء الله راتلونکي پسرلی به د ډیرو ښه زیرو سره موږ ولرو او د اسلامي امارت نه غوښتنه کوو چې اسلامي امارت هم مه پرېږده چې دغه کرک او نفرت او یا د ملت ترمنځ واټن ډیر دومره لرې شي چې بیا یې موږ هغه په کمولو یا د کرکې په راټیټولو باندې ډیر خپل وخت ضایع کړو. آگاهان امور میگویند که حکومت سرپرست باید به خواسته های مشروع ملت رجوع کنند و در برابر تعلیم و تحصیل دختران باید مشکلات وجوده را بردارد تا دختران به شکل عادی به تعلیم و تحصیل برود. دست یا مطل دوای دنیا پا امید خلر سوه. زو امیدوارم سه دیر زربه مکاتب دوی خلاص کی زکه اوسنه حکومت یا طالبان دیت متوجه دی سه آینده تاریخ است او تاریخ لیکون کی تاریخونه لیکی او دوی به اس کل خپل تاریخ خراب نه کی د دوی د خلینه مانی دی اوریدلی سی وای سه موږ مکاتب بیخی بنکړي وای سه مشکلات لرو خوشی کوي. نو امیدوارم سه ډیر زر خوشی کی تر هغه پورې سه خلکم لو دوی نه خوشاله سي. اما که دا کار دیونه کی د خلکو سره واټن زیاتیږي هر هغه حکومتونه سه ل خلکو سره اجماع نه لري خلکو سره واټن نه لري هغه بیا تاریخ دا ثابت کړي سه په سقوط مواجه کیږي. قابل یادآوری است که اظهار تأخیر مقامات امارت اسلامی در مورد تعلیم و تحصیل دختران مردم را امیدوار کننده ساختند که با آمدن سال جدید تعلیمی در کشور برای همه دختران اجازه کار و تعلیم داده خواهد شد. یک تجار از چنگ اختطافچیان نجات داده شد. ریاست عمومی استخبارات خبر داده است که در سلسله عملیات‌های ویژه یک تجار به نام عین‌الدین را از ناحیه هفتم امنیتی شهر کابل که مدتی پیش توسط آدمربایان ربوده شده بود نجات دادند. ریاست عمومی استخبارات می‌افزاید در بدل آزادی این تجار از خانواده وی پول خواسته بودند و در این رابطه یک تن را بازداشت کردند. مسئولین امنیتی می‌گویند که فرد آزاد را بعد از تحقیقات به خانواده تسلیم کردند. ریاست عمومی استخبارات در صفحه تویتر خود نوشته است که یک تاجر را در حوزه 17 امنیتی شهر کابل از چنگ اختطافچیان نجات داده است. منبع میگوید در بدل آزادی وی از خانواده‌اش $1,000,000 خواسته بود و یکی از آنها بازداشت شده است. تاجر آزاد شده به مدت 14 روز در زندان نگهداری میشد. وی از نیروهای امنیتی ابراز خرسندی کرده است. او دیار لسورتی بعد دوی آلتا چکم زای تزر سوله بوم دیار لسورتی بعد آقا زای نظر او تختیدم او دوی پسلور کسان به هر دروازه تا ولیارو زیونه ولما دیر وطکا ولما دیر وی ولما او یه ورد نبات آقا دینا بیا انتقال کرم بیا پوی نشم چه کم زای باند انتقال کرده هم چه دا وقت مجاهدین را گای خدای دوی آباد لری خدای دوی کامیاب لری زماد طرف دی مارار طول مجاهدین بچیانو تا و مجاهدینو تا طولت سلامی دیر زیاد سلامی و دیر سپاس کنم. از سوی دیگر اعضای خانواده تاجر آزاد شده می گوید که 3 ماه پیش این تاجر اختطاف شده بود
وقت تافچان در بدل آزادی وی از خانواده وی $1,000,000 خواسته بود. سه ماه قبل کاکای ما به نام حاجی عین‌الدین از پیش خانهشان اختطاف کرده بود و بعد از 3 روز بعد این اختطافگرا تماس گرفتن و تقاضای $1,000,000 از ما کردن که ما همزمان ما ایراپور را به ارگانهای امنیتی خصوص با استخبارات مطرح ساختیم، در جریان بودن و استخبارات همراه ما همیش در ارتباط بود. لله الحمد استخبارات امارات اسلامی افغانستان موفقانه توانستند که اینا را از بین ببره. همچنان اختطافچی میگوید این تاجر توسط پدر و یک تن دیگر به نام قماندان اختطاف کرده بودند که آنها آن را در داخل خانه خود زندانی کرده بودند. می مخاطب را که ما اختطاف کرده بودیم از طریق پدرم و یک نفر دیگه به نام قماندان نام دو یا دو نیم ماه پیش در خانه ما یک جای مخصوص برای جور کردیم آوردیم اونجا و اگر پدرم در خانه نمی بود نان مخاطب که اختطاف کردیم نان یا او چای که بود 3 وقت ما برش می دادم. برای روز از طریق اخبارات امارات اسلامی ما گرفته شدیم. این در حال است که در این اواخر باشندگان کابل را آدم ربایی ها نگران کرده است و از امارت اسلامی می خواهند آنها باید در این زمینه تلاش بیشتر کنند، اما مسئولین امنیتی در این زمینه به مردم اطمینان می دهند. شمار کشته شدگان کشتی غرق شده حامل پناهجویان در سواحل ایتالیا به 59 تن افزایش یافت. مقام های ایتالیایی نگران اند که تعداد کشته شده ها ممکن از 100 نفر بلندتر برود، زیرا آنان که نجات یافته گفتند که سرنشینان کشتی حدوداً 200 تن بودند. گارد ساحلی ایتالیا اعلام کرد که تا اکنون حداقل 80 نفر نجات یافته و مقامات گفتند که این کشتی پناهجویان 3-4 روز پیش از ازمیر ترکیه را ترک کرده و در دریای طوفانی به صخره برخورد کرده و غرق شد. کنسول افغان در کراچی پاکستان میگوید که در زندانهای پاکستان حالا هم برخی زیادی از مریضان افغان در وضعیت نامناسب به سر میبرند که در این بندی ها زنان، کودکان و پیرمردان نیز شامل هستند. مسئولین کنسولگری سفارت کابل در کراچی بر رفتار نیروهای پاکستانی نیز انتقاد میکنند و میگویند که در 3 ماه گذشته 4 تن افغان در زندانهای پاکستان جان باختند. وزارت عدلیه کشور میگوید که بعد از روی کار آمدن امارت اسلامی در کشور از غصب زمین جلوگیری کرده است. مسئولین از غاصبین چیزی نگفته است، اما گفته است که غاصبین به قانون سپرده خواهد شد. نرخ اسعار. وضعیت آب و هوا. و این ترتیب رسیدیم به پایان خبرها.